با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی، در این ویدیو میخوام برخی از آثار ایرانی در موزه لوف رو خدمتتون معرفی کنم. خوشبختانه یکی از دوستانم به تازگی در موزه لوف بوده و از اونجا بازدید داشته و این فیلم ها رو اون در اختیار من قرار داده. لطفا اگه به این گونه ویدیو علاقه دارین و دوست دارین بیشتر با فرهنگ و هنر، به خصوص فرهنگ و هنر ایرانی آشنا بشین، حتما لطفا کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین و حتما نظرتون برام کامنت کنین. اما موزه لوور که شاید یکی از معروف ترین موزه های هنر شناخته میشه در کل دنیا، من خودم حدود 5 سال پیش از این موزه بازدیدی داشتم که خب فیلم ها و عکس های زیادی از اون گرفتم که حتما از آرشیوم اونها رو جمع‌آوری میکنم و در اختیارتون قرار میدم. اما نکته جالب که هست این هست که واقعا فرانسه روی موزه لوور خیلی سرمایه گذاری کرده برای جذب توریست و شما توریست های بسیار بسیار زیادی رو میبینیم که در صف های چند لایه ایستادن برای تهیه بلیط و امکانات بسیار زیادی که برای رفتن به موزه لوور وجود داره، هم از لحاظ اتوبوس، ترن، تاکسی هایی که به راحتی بتونن رفت و آمد داشته باشن و همینطور مسیرهای پیاده روی بسیار زیاد. نکته قابل توجه دیگه استفاده و بهره برداری مادی از این موزه هست که حالا علاوه بر فروش بلیط که خیلی خیلی زیاده و قابل توجه، اما فروشگاه های هم برای فروش آثار برگرفته از موزه لوور در اونجا هست، کتاب هایی هست و همچنین سوغاتی هایی که میشه از اونجا تهیه کرد. از لحاظ یک آمار کلی میتونیم بگیم که این موزه در مساحتی به اندازه 73,000 متر مربع بنا شده و سالانه بیش از 10 میلیون نفر بازدید کننده داره. خب این خیلی خیلی جالبه، اگرچه میدونیم که نقش رسانه اینجا بسیار بسیار حائز اهمیته. 8 قسمت تعیین شده برای آثاری که در این موزه به نمایش گذاشته میشه. همونطور که میبینین مصر و یونان جایی بسیار بسیار ارزشمند و بزرگی دارن و تمامی آثار گذشتگان به عنوان آثار باستانی جمع‌آوری شده، هنر اسلامی و بقیه هم تابلو و مجسمه و هنرهای تزئینی. همونطور که دیدید هیچ بخشی به عنوان معرفی هنر ایران در اینجا وجود نداره، هرچند که آثار بسیار ارزشمندی از هنر ایرانی در موزه لوور نگهداری میشه. همچنین نقشه هایی که در موزه لوور هست قابل توجه هستند که این ابتکار ایرانیایی که از اونجا بازدید کردن هم قابل توجهه که هر جا که به خلیج فارس برخورد کردن و میبینن که فارس رو کنار کلمه گلف ننوشتن، گالف آف پرسیا رو اضافه کردن توش. بله و قابل توجه هست که واقعا بسیاری از کشورها امروزه به قدرت رسانه باور دارن و روش سرمایه گذاری میکنن و وقتی میخوان به خودشون قدرت بدن، خودشون نشون بدن، میان به آثار باستانی و آثار کهنشون پناه میبرن و موزه هاشون رو به این وسعت هزینه میکنن براش و نمایش میدن آثارشون رو و از موزه لوفری که حالا 8 بخش مختلف داره، یه بخش بسیار کوچکیش متعلق به آثار کشورهای دیگر هست که اون هم خب مسلمان بهترین هاش رو تهیه کردن و برای خودشون در نظر گرفتن. اگر نه تقریبا میتونم بهتون بگم 6 بخش از این 8 بخش متعلق به خود اروپا و به خصوص خود فرانسه هست و این قابل توجه کسایی که فکر میکنن که حالا اینجا یه جای بین‌المللیه، ولی وقتی که پر بازدید کننده ترین موزه دنیا لقب گرفته، خودتون حساب کنین که چقدر براش هزینه تبلیغاتی شده و چقدر دارن بهره برداری میکنن. اما اینجا من چند تا از آثار مهم رو بهتون نمایش میدم، از جمله این سردیست که متعلق به دوران هخامنشیان هست، سردیست اسب که یه قسمت از ریتون بوده، این گونه ظرف های طلایی که به عنوان جام های مالیک معروف هستن که خوشبختانه یه تعداد بسیار بسیار زیاد و خوبشون رو در ایران همچنان داریم. الان تو این ویترینی که میبینید این همه اشیاء تعداد بسیار زیادی توش قرار گرفته، هر کدومشون دنیای برای سخن گفتن داره.
اما دربارش اون سخنی نمیگن و با اونو نمایش نمیدن به صورت وسیع، بلکه فقط یک گوشه رو براش در نظر گرفتن. اگه علاقه دارین که با هنر و فرهنگ ایرانی آشنا بشین و به خصوص هنر و فرهنگ ایرانی رو به دیگران معرفی کنین، این کتاب رو میتونین از آمازون تهیه کنین که درباره فرهنگ و هنر ایرانی بسیار توضیح داده شده. من بسیار سپاسگزارم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و جرقه‌ای باشه براتون که بیشتر و با تحلیل‌های دقیق‌تر به فرهنگ و هنر ایرانی بپردازین و امیدوارم ایرانی‌ها در همه جای دنیا خوب و خوش و سربلند باشن و بتونیم با صحبت درباره فرهنگ و هنرمون از اون چیزهایی که میتونیم دفاع کنیم و قدرت بگیریم روشون بهره برداری کنیم و به جهانیان هم خودمون و فرهنگمون رو معرفی کنیم. خوب و خوش و سلامت باشین. خدا نگهدار.